کوتا این قطنامه رفیق حمید تهیه کرده اون از اونجایی که خیلی سنل بود گفت من معرفش کنم خدمت رو عرض کنم که این قطنامه اسمش هست قطنامه درباره شرایط استراری میتونست اسمش چیز دیگه هم باشه و به اعتقاد من اون قطنامه قطنامه اون شعار مهوریه که در سالن کنگره ما نوشتیم و قطنامه در واقع نه جنگ نه تحریم نه بم و نه جمهوری اسلامی و اگر قرار با این قطنامه ما چیزی رو لانسه بکنیم و ببریم تو جامعه و تو ایران و تو کشورهای جوامع غربی و این شعار رو به زبانهای سوئدی، انگلیسی، ژاپنی، ترکی و زبانهای موجود دنیا بگیم این شعاره و بشریت مترقی رو حول این شعار در رابطه با این کنفلیکتی که بین یا کشمکشی که بین غرب و جمهوری اسلامی هست بسیج بکنیم شعار نه جنگ، نه تحریم، نه بوم، نه جمهوری اسلامی قطنامه اسمش گذاشتیم استراری چرا اسمش گذاشتیم استراری به نظر من یه نکته مهمش هات شدن کشمکش بین جمهوری اسلامی و غربه و این یه ویژگی خاصی به این شرایط سیاسی ایران میده البته مؤلفای دیگه هم تو این قطنامه بهش اشاره شده چرا این به این مرحله رسیدیم چرا کشمکش غرب و جمهوری اسلامی به این مرحله رسیده شده از قبل بوده چه اتفاقی افتاده مثلا اتفاق این تو این قطعه وارد دلایل سیاسیش نمیشه توضیح و تبیین این اوضاع به این معنا نمیشه ولی تو قطعه های دیگه کم و بیش ما اشاره کردیم ولی یک مسئله مهم اینه که خب عنوان کشمکشی که بین غرب و جمهوری اسلامی است مسئله کشمکش هسته ای نام گرفته ولی الان به نظر میسه تو شرایط تازه بعد از انقلاباتی که در خاور میانه و شمال آفریقا و اعتراضاتی که در سطح جهانی بود و بعد از افول اسلام سیاسی در سطح بین المللی و همینطور اینکه قطع امید کردن اونطوری که محمد الان تو این قطعنامه پیشین صحبت کرد که به درجات زیادی غرب قطع امید کرد از اینکه از درون خود جمهوری اسلامی بتونه تغییراتی رو به وجود بیاره به نظر میرسه این نام این فشارها و این حاد شدن کشمکش ها محملی است که یه طوری آلترناتیف سازی بکنن برای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی رو دور بزنن یا ورش دارن یا به همین دلیل به فشارها رو بیشتر کردن این به این معنا نیست که صد درصد صد جمهوری اسلامی قطع امید کردن پراغماتیسمن اینا میبینن چطوری روزانه سیاست خودشون رو میکنن می یا اتخاذ میکنن ولی یه فاکتر و اوزا به نظر من اینه خب اتفاقی که میفته طبق معمول در این شرایط سیاسی اینه که قطبندی ها و صفبندی های تازه شکل میگیره یه دی زیر در رکاب جمهوری اسلامی میخوان شمشیر بزنن و از در مقابل تهاجم بیگانگان از جمهوری اسلامی میرن در دامن جمهوری اسلامی قرار میگیرن نیروهای ملی اسلامی که از یک بیانی هم دادن در این رابطه بخشی از اینها هستن و بخشی هم بالاخره نیروهایی هستن که میخوان روی بمب ناتو بیان و تو ایران قدرت رو به دست بگیرن و موافق تهاجم نظامی غرب هستن و چون بوی رحمان جمهوری اسلامی شنیدن این ور اون کنفرانس هایی برگزار میکنن که محمد هم اشاره کرد در کنفرانس اولاف پالمه در سوئد فرض کنه اومدن جمع شدن و فکر کردن شاید بتونن مثلا آلترناتیوی یا سناریوی مشابه لیوی رو یا بعضی از کشورها رو در ایران پیاده بکنن حال در مقابل همه این شرایط این قدنامه بحث روشنی داره و میگه پاسخ انسانی و سریح و سریع به این است که این کشمکش که هست رفتن جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی خود انقلاب مردمه و خط حزب کمونیست کارگری به این معنای خط منحصر به فرد و همون شعاری که من اینجا گفتم و شروع میکنم به این اینکه ما باید افشا بکنیم کسایی که به هر حال از جمهوری از این از جمهوری اسلامی دفاع میکنم و همونطور اون کسایی که میخوان با سناریوهای رژیم چنج از بالا تاجم نظامی و اینها بیان بر مص... به ب... ب... قدرت برسن و به بکم... کمک قرب متا این جنبه قدرنامه یه جنبه دیگه که یکی از عوارض همین فشارها و بالا گرفتن کشمکش ها هستش مسئله تحریم های اقتصادیه که همطور که رفقای دیگر هم اشاره کردن زندگی مردم رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و به فقر و فاقه مردم ابعاد وحشتناک و فاجعه آمیزی رو بخشیده و این هم یک مسئله ای که دامن جامعه گرفته و خب بازم اینجا پاسخ ما رفتن جمهوری اسلامیه ولی در اینال حال این به این معناست که ما باید با حرارت و مردم با حرارت باید بیان با چنگ و دندون از معیشت و حق حیات خودشون و تحصیقاتی که به بهانه فضای جنگی به اونا روا داشته میشه بیان دفاع بکنن و واقعا به چالش بکشن این رژیم و جنبش دفاع از حیات و معیشت و منزلت اونطوری که خود کارگرها پیش از این گفتن در عباد سراسری و فراگیری پا بگیره شکل بگیره و سد بزنه و مقاومتی در مقابل جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و این اوضاع البته یه ویژگی که داره میتونه روی انتظار رو در بین مردم به وجود بیاره ولی به نظر من جامعه ایران و حالت استیصال به وجود بیاره حتی در بین مردم ولی جامعه ایران یه جامعه که در حال تلاطم و سابقه و پیشینه اعتراضات مردمی کارگری زیاده و نمیره به اون سمت به نظرم حالت انتظار حالت توقع نگاه کردن به بالا این حالت ها پایدار نیست کوتاه مدت و مردم به نظر من با اعتراض مبارزه خودشون رو میتونن این اوضاع رو بر بگردونن تا یه نکته دیگه هم که هست در رابطه با اعتراضات مردم این قطعنامه به نظر من اشاره میکنه سازمانیابی و تشکل یابی این اعتراضات یه حلقه ضعیفیه که ما در دور قبلم به یک درجه شاهدش بودیم الان قطعنامه داره اشاره میکنه در این فضای تازه‌ای که ما بعد از انقلابات شاهدش بودیم که مردم میان میادین اصلی شهرها رو در کنترل خودشون میگیرن بر اساس متکی بر اجتماعات خودشون تصمیمات میگیرن و به این ترتیب میخوام بر اراده و سرنوشت خودشون تاثیر بگذارن ما توی این قطعنامه اون چیزی که روش تاکید شده این که تو همه مراکز تولیدی و مراکز کارگری مجمع باز درست بشه و مردم بتونن هم یک ظرفی رو بر سازمانیابی اعتراض خودشون به وجود بیارن و همین که بالاخره از این طریق بتونن بر سرنوشت خودشون تاثیرگذاری مستقیمی داشته باشن یکی از خالهای مهمه و الان شما مثلا فرض کنین در کشورهای مختلف که نگاه بکنین مثلا نمونه سوریه رو که دو سال یا یک سال اندیه داره ادامه پیدا جمع جنبش مردم انقلاب مردم سوریه یه فاکتور مهم میشه که مردم به یک درجه تشکل دارن اخباری که ما چیز میکنیم به یک درجه تو محلات حالا من محیطای های کارش نمیدونم ولی میگم میدونیم اخباری بود که تو محلات کانون های مبارزاتی شکل گرفته که اعتراضات مردم رو یه طوری سازماندهی میکنه و ما یه الگوی اینچنین به این معنا میخوایم که در محلات کانون مبارزاتی سازمانیابی به وجود بیاد و همطور که گفتم در مراکز کار و تولید هم مجامع عمومی شکل بکنه شک بگیره که به این خلای ما پاسخ بده مقابله با در سطح خارج کشور مقابله با نیروهایی که اون آنتی جنبش های چپی که زده امپریالیستی هستن و از هر هایی تو دنیا حمایت میکنن جمهوری اسلامی و اسلامیست ها حمایت میکنن یکی دیگه از معلف هایی که تو این قطنامه ما باز بهش اشاره کردیم ما اگر یه همچین شرایطی به وجود بیاد حالا اگر هم جنگ هم صورت نگیره ولی خب بالاخره باز خوشیاری داشته باشیم حزب ما باید مبتکر روانداختن اعتراضاتی باشه که با این شعاری که ما اینجا مطرح کردیم نه جنگ نه تحریم نه بمب نه جمهوری اسلامی بیاد به خیابون که ابتکار عمل رو از این جریانات چپ غیر اجتماعی به اصطلاح ضد امپریالیسم خارج بکنه مرسی